رستوران چوپان کباب. رستوران چوپان کباب برای محافل خوشی شما، چون شیرینی خوری و سالگره، با گنجایش 120 نفر آماده خدمت است. رستوران چوپان کباب با غذاهای لذیذ افغانی از قبیل قابلی پلاو، زمرد پلاو، چبلی کباب، کباب مرغ، منتو، آشک و فرنی از سه شنبه تا یک شنبه برای مشتریان باز است. همچنان کیترینگ رستوران چوپان کباب برای تمام محافل شما در هتل های بزرگ با بهترین بیمه آماده خدمت است. آدرس رستوران چوپان کباب 8910 رسیدا بولوارد، شهر رسیدا. شماره تلفن 818-885-1616. سلام و احترامات فراوان برای یک های که شما عزیزانی که نشستین و برنامه امروز ما رو میبینین. امیدوار استم همه سر حال و خوش و موفق و کامیاب باشین و انشالله یک روز بسیار خوش را هم شروع کرده باشین و هزاران روز خوش دیگه هم انشالله در انتظار یک های که شما عزیزان باشن. خب باز هم خوشحال استیم از اینکه روز شنبه است و به صورت زنده و لایف به خدمت شما عزیزان هستیم و همچنان تشکر دارم از اینکه گذاشتین امروز برای یک ساعت باز میمان خانه شما عزیزان باشیم و امیدوار استم در یک ساعت همه با هم لذت ببریم و انشالله از یکی دیگه هم بیاموزیم. خب در برنامه امروز چیزایی را که جای دادیم طبق معمول راز دل هفته است و یک پارچه آهنگ هم داریم و همچنان مصاحبه داریم با یک دختر جوان که نام خدا یک دختر بسیار لایق و بسیار دختر فامیده، دختر درسخوان و بسیار فارسی خوب هم نام خدا گپ میزنه و بسیار مهربان به فامیل. خب همه خوبی ها را داره و من افتخار میکنم برش و خوشحال هستم از اینکه به برنامه آمده. نامش حال نمیگم، باز وقتی که همش گپ زدیم باز میبینین که کی است. خب امیدوار استم در یک ساعت همه با هم یک ساعت خوش را با هم داشته باشیم. خب حالا میریم به سراغ راز دل ای هفته که در قسمت راز دل ای هفته خواستیم که درباره نصیحت کردن کم صحبت کنیم که در کلچر ما بوده و هست هنوزم که ما بسیار خوش داریم همیشه دیگران رو نصیحت کنیم و خصوصا مادر و پدرها و یا کلانای فامیل خوش داریم که جوانها رو از روی نصیحت مثلا زندگی رو برای اونا بفهمونیم، کما متاسفانه امروز زمانه کاملا تغییر کرده و از روی نصیحت و لکچر قسمی که در سابق بود و همقدر قدرت و یعنی به حساب پاور یا قدرت خود داشت تا که میتونست که یعنی برای جوانا مفید واقع شده، اما متاسفانه امروز هم قدرت و قوت بالکل از دست داده و با نصیحت و نصیحت کردن اصلا جوانای ما نخواهد آنقدر هم گوش کنن و
یا اگر هم گوش کنن شاید هم دقیقه خو میگن. اگر پرسانشان هم کنیم شاید که تقریبا 20% گپای ما را فهمیده باشن یا وششان بوده باشه، 70 یا 80% دیگر باور کنیم که در کلی خودم نگرفتن. اما ما وقتی که ما خرد بودیم، یعنی سن سال ما، میفهمیم وقتی که یک کلانا بر ما نصیحت میکردن، باز ما این نصیحت در گوش خود میگرفتیم. واقعا همیشه ما متوجه بودیم که همین نصیحت ها را حتما در زندگی خود سرمش قرار بدیم. خب اما همونطور که دنیا تغییر میکنه، همونطور که تکنولوژی تغییر کرده، همونطور زن ها و برداشت های جوان ها و جامعه هم تغییر میکنه. از این رو اگر ما کوشش میکنیم که باز هم ما بر اولادای خود از روی نصیحت و لکچر دادن بتانیم مفهوم زندگی رو برشان برسانیم، متاسفانه زیاد هم موفق نخواهد بودیم. بلکه امروز زمانه است که اولادا و جوانا و هر کدام ما عمل میخواییم نه نصیحت. مثلا اگر ما به طور مثال اگر ما میگیم یک پدر یا مادری که میخواین اولاد خود فرزند تربیه سالم کنن، فرزند اگر پدری که درایف میکنه یا مادری که درایف میکنه و در وقت درایف مثلا در کارپول هستن و از کارپول در جایی که باید از کارپول نبراین از سرک، اینا درایف میکنن و از سرک میبراین. از کارپول یعنی میاین به خود فریوی، یا در مابین خود فریوی جایی که باید اینا لاین چنج نکنن میکنن. و یا مثلا پدری که وقتی که درایف میکنه خودش ریش خود کل میکنه، یا مادری که درایف میکنه میکاپ میپوشه. خب معلوم دار که ما ارزش درایف که واقعا یک کار بسیار مشکل است و یک کار بسیار از اینه که یعنی درایف کردن مشکل است، اما مشکل از ایست که آدم باید فوق العاده تمام افکارش، هوشش و روانش وقتی که درایف میکنه باید هوشش طرف اموشترینگ و درایف و بریکش باشه، برای اینکه با زندگی خود بازی میکنه، نه تنها با زندگی خود بلکه با زندگی کسایی که خدای نکده اگر اکسیدن میکنه، چندین نفر در این بالت میشه، چندین موتر انبالت میشه و چندین نفر امکان داره به خاطر همی که ما توجه نکردیم، ریش خود کل کردیم یا میکاپ زدیم، یا اولاد ما هم همونطور بار آمدن و خدای نکده باعث از بین رفتن حیات خودشان، خود ما و چندین نفر دیگه هم خواهد شد. بر علاوه از اینکه چقدر یعنی از نگاه اقتصادی آدم نقص میگیره، انشورنس آدم بالا میره، خب موتر آدم خراب میشه، فوق العاده یعنی جگرخونی بر چند هفته برای می کل موترا و کسایی که در همی اکسیدن انوالد هستن، برای کلگی یک جگرخونی آمتام است. خب از این نگاه بسیار خوب است که ما عوض از این که بر از اونا بر اولاد خود بگوییم که درایف کو درست یا اوشت بگیر یا چرا درست درایف نمی کنی، اینا چقدر خوب است که ما خود ما قانون مراعات کنیم و وقتی که درایف میکنیم یعنی سریوس باشیم در کار خود، اوش خود بگیریم و دقیق باشیم و واقعا بفهمیم که همی کار مهم است، تا اولاد ما ببینه که واقعا پدر و مادر ما همی کار مهم گرفته و به این شکل او هم امیر مهم میبینه. اما وقتی که ببینه که مادری که خودش میکاپ میپوشه وقتی که درایف میکنه، خب معلوم دار وقتی که جوانای ما در سر جلو هستن اونم تکس مسیج هسته و یک دستشان در کمپیوتر و یک دستشان در سلفونشان هست و یک گوشی دیگهشان به طرف درایف گاهی هست و گاهی نیست، یا در فکر موسیقی هستن یا سی دی پس و پیش میکنن موزیک مندازن. خب همی هم هست که خدای نکده باعث یک انوالد یک اکسیدن بسیار خراب میشه و خدای نکده جان خود از دست میتن. و اگر ما امیره در هر مرحله زندگی ببینیم، برای از اینکه ما برای جوانای خود یاد بتیم باید از خود شروع کنیم. مثلا اگر ما میخواییم برای زنها یاد بتیم که اقتصاد خود باید توش خود بگیرن، پیسی که دارن مثلا ایلو خرچی نکنن، چیزهای برای که یعنی ضرور نیست او را اوش خود بگیرن تا که سبا روز به زندگیشان مفیدتر باشن واقع شود. چون قسمی که ما میفهمیم این ملک یک ملک است که اگر که بیلیون ها دلار هم داشته باشیم میتونین که در 4 ماه کلش را خرچ کنین، و اگر که کمتر از اون آدم با یک معاش بسیار یعنی ابتدایی هم داره، باز هم میتونه زندگی دیسن یا زندگی یعنی معمولی خود داشته باشه. و برای اینکه ما برای اینا یاد بتیم، این گفته نمیشه که ما برای اینا گفته بریم که اوش تا بگیر، فقط باید ما خود ما بگیم که باید هوش خود بگیریم، مثلا این چیزا میتونیم بخریم، این چیزا نمیتونیم، این چیز به اقتصاد ما خوبتر است و این چیز به اقتصاد ما خوبتر نیست، که جوانا به این قسم باید با ما
یعنی همگام شوند و با ما رای زندگی خود پیدا کنند. و یا مثلا در باره روابط خود، مثلا ما روابطی که داریم با فامیل ها، چی از امریکایی چی با افغان ها، اما به مجرد کنه از خانم براین اگر خدای ناکده ما غیبت شروع میکنیم یا پیشروی از اینا بسیار خوب هستیم، وقتی که از خانه برآمدن امرایشان در غیابشان گپای دیگه رو میگیم، خب مالدار اولادای ما کنجا هستن، اونا از ما چی یاد میگیرن؟ باز ما از یک سون بر اولاد خود میگیم که راست بگو، چرا به ما دروغ میگی؟ خب ما پیشروی از او دروغ گفتیم در پاری خواهر خود، برادر خود، رفیق خود، خب هر کسی که بود. باز ما چرا این توقع رو باید جوان خود داشته باشیم که او باز بر ما راست خود بگه؟ خب واضح است و میره هر کاری که دلش خواست میکنه و وقتی که آمد یک دروغ کلانم بر ما میگه و وقتی که باز میفهمیم اون وقت واقعا باعث جگرخونی خود ما و اولاد ما خواهد شد. و مثلا از نگاه دیگه اولادی که مثلا میبینیم پدر مادرایی که خودشان الکل مثلا یا شراب، هر کس هر چی میکنه کار خصوصی خودش است، ما به ما اصلا هیچ غرضی نیست که ما ایره خوب بگویم یا بد بگویم، این هدف ما هم دی نیست. اما خب اگر کسی که پدر مادری که خودش شراب میخوره، باز چطور او بر اولاد خود بگویه که تو این کار نکو که خوب نیست، یا سیگرت نکش که خوب نیست، یا پیسیت چرا دود میکنی؟ خود در حالی که خودش میبینه که پدر مادر همی کار میکنه. اما اگر ما میخواییم که پدر بر اولاد خود نصیحت کنیم، باید خود ما امیر استاپ کنیم و بگیم بچیم این همی کار خوب نیست، امیر ما استاپ میکنیم برای زی که هم نقص اقتصادی داره، هم بر ساعت ما خوب نیست اینا. و وقتی که اولاد و جوان ها امیر میبینن، واقعا اونا هم استاپ میکنن و میفهمن که نقصای زیاد داره و شاید همون جوان ها هم بیان ما را تا کمک کنن. برای زی که ما همی الکول یا همی چیزی که بایش دکت دستیم به حساب یا امرایش متاد شدیم، همیر ما بتانیم ایلا باتیم. یا فرزن پدر و مادر میرن در لاس ویگاس خودشان قمار میزنن و وقتی که اولادشان که رفیقای خود میره، بچه مشکو قمار نزنی، پوشت پیزای توشت باشه اما او چی فایده؟ در حالی که اولاد خودش دیده پدر مادر در پشت میزان میشینن و قمار میزنن، خب اولاد هم واضح است که همون کار میکنن. اما و ایران باید ما بفهمیم که هر قدم دیگه اگر خوب میمانیم، هم اولاد ما انشالله دو قدم زیادتر به طرف خوبی میره. اگر هم یک قدم بر روی خرابی میریم، باور کنید که اولاد ما چون خرابی کارش آسان تر است، 3-4 قدم از ما که پیشتر میره. و ایره باید بفهمیم که اولاد ما فقط آینه کوچک از زندگی و شخصیت خود ما میباشه. و امیدوار هستم که خب گپ هم به درازا نکشه، امیدوار هستم که همه ما متوجه از این نکته باشیم، واقعا باز نصیحت و لکچر کوشش کنیم، در اعمال خود و در رفتار و کردار خود متوجه باشیم تا انشالله با عشق و محبت و با واقعیت بینی و حقیقت، انشالله با عشق و علاقه که به اولاد خود نشان میدیم و به فامیل خود، به یکی دیگه خود، انشالله یک زندگی خوش و آرام و پرسعادت داشته باشیم. خب حالا بریم آهنگ میبینیم، یک آهنگ بسیار مقبول، با ما باشین. بعد از آهنگ دوباره پس میاییم با دختر جوان نازنین افغان ما که همراهش مصاحبه خود داشتیم و با ما باشین، جایی نرین، دوباره پس میگردیم. مچه مصطفی جان آهنگ آماده است؟ خب مثل که آهنگ مصطفی جان هنوز آمدن نکردن، خب امیدوار هستم که یک آهنگ بسیار خوب باشه و امروز ما همه ازش لذت ببریم. مصطفی جان آهنگ آماده است حاله یا نه؟ بله؟ خب عزیزان، مثل که آهنگ هنوز آمده نبوده، خب به هر حال گفتیم سر نصیحت و لکچر دادن که واقعا کار درست نیست و در جامعه امروز و در تمدن امروز اصلا کار نمی آید. یعنی ما خودم ایره با اولاد خود دیدیم و هر کدام شما همیره با اولاد خود همیره امتحان کردین که کار نداده. و امیدوار هستم که واقعا باز نصیحت و لکچر بعد از روی به واقعیت های زندگی ببینیم و زندگی را از روی واقعیت درک کنیم و با عشق و محبت انشالله پیش ببریم. به خیالم آهنگ حالا آماده است، میریم آهنگ میبینیم، با ما باشیم.
با سوق مردم ایران چند تا که گفتار کنم بیا قد شو با میدان تو را میگم دل برچان که ساز خطا خنی شروع شده دم ایران او دل با نازی نازی چه خوب میکنی بازی وقتی که مانده شدی مرا خبر بسازی بخوی پرال چاید خفته پای براید رخص کردن آمو دل بر دلا گرده میخواید رخص کردن آمو دل بر دلا گرده میخواید بیا بیا یارمی عزیز و دلدارمی هر نازه که میکنی و دیده وردارمی آمدیم از رای تو خدا به تجان جون همی ساز قطع بر آمدیم کناره سر میکدیم گلاره دایم لب و شبینو همگی جواناره بیبین روی هواره میباره نمیباره از روی که تو ساله نور خدا میباره از روی که تو ساله خدا میباره جانانه بیرون برای از خانه از خواب جان آمده کشکر آب دانه آب آوردم از جوهی بلد نیستم فخوری تو خواهی بی نداری گل گلاب از روی او دختر یارت هستم دلگیر و زارت هستم وقتی که چای میخوری یالا وردارت هستم دمی سازه قطع کرد میده میده پای بزن دست و پای نشکنه ای جوان بی وطن دست و پای نشکنه ای جوان بی وطن تو را میگم ای جوان نری پیش رقیبان خرابی تنبینا دمی شار کابل جان در ملک افغانستان در سال زنده باشی با دعای دوستان از مجلس کم نباشی بیا بریم لبه جوی تازه کنیم دست و روی تمام بچای کابل هم پاکه و هم خوش کن سیل سفر میکنیم در شا نظر میکنیم خفه نشی دل بر جان تو را خبر میکنیم خفه نشی دل بر جان تو را خبر آهنگ بسیار مقبول بود. امیدوار هستم که همه شما عزیزان هم ازش لذت برده باشین. ما رو خوشم آمد. خب حالا هم گفتیم مصاحبه داریم با یک دختر جوان افغان که نام خدا از هر نگاه دختر بسیار خوب است و بر علاوه ازو استدلال بسیار عالی داره، دختر بسیار مهربان، دختر بسیار فارسی بسیار خوب هم یاد داره. خب حالا میریم امنای خودش صحبت میکنیم و نامش هم هست زلیخا جان عثمانی. خب زلیخا جان خان سلام جانم. سلام جمیله جان، چطور هستی؟ خوب هستی جانم؟ خوب، تشکر. تشکر که امروز مرا خواستین در پروگرامتان. من یک دنیا تشکر میکنم جانم از اینکه خودت به اینکه میفهمم که روز رخصتی است
و وقتت ماندی و اومدی به هزار دفعه سر چشمایی بسیار خوش هستم که باشم اینجا کت شما زنده باشی قلب چشمایی درد نکنه و نام خدا آفرین به احساست و من واقعا به افتخار میکنم که همین احساس داری که با ای که مثلا 5 روز هفته رو کار میکنی بله. بازی روز رخصتی رو ما مدیده اینجا و خاطر از ای که رای خدمت باشه برای جوانا و برای افغانای ما واقعا ما قابل افتخار است و ما باید افتخار میکنم. تشکر. و از طرف خود و تمام بیننده های تلویزیون ما ازت تشکر میکنم. خواهش میکنم. بسیار خوش هستم که امروز کت شما باشم. زنده باشی جانم. یک دنیا تشکر. ما هم بسیار خوشحال هستم. تشکر. خب زلیخا قم چطور است که اول یک ذره بیا از خود بگو. از هر دفعه چرا نه؟ بسی که بیندای ما ببینن که این دختر مقبول و دختر فامیلی که امروز در پالی مشیشته ای چی خوانده چی میکنن؟ از هر دفعه من 24 سال هستم من در سان دیگو زندگی میکنم آله مگم کلان شدیم در نیو جرسی کلان شدم من آله کت مادرم و چند سال میشم دی؟ میفهمین آله از 10 سال زیادتر شده مگم انوزم زیاد خالیم در نیویورک است و همیشه پس میریم بله بسیار فیملی بله درس خود در سان دیگو خواندم مگم برای یک سمر در نیویورک یونیورسیتی رفتم کورس گرفتم برخواد So, مگم گرادویت کردیم در سان دیگو. ما بچلرز خود گرفتیم در کمیونیکیشنز with an emphasis in journalism. جانا، so, all ما کار میکنم فول تایم در ادورتایزینگ هستم. And the weekend I could map search is all about journalism میکنم or things in the media. مگم during the week I'm in advertising system, so business out of کمک میکنم. اگر میخواین در کامپیوتر مثلا در گوگل یا یاهو بانا نام خدا اون بزنس ها کمکشان میکنم که وبسایت جور کنن برای خود اون قسم چیزا بسیار حالا اگر خانه ما بکنن برشون مفت میدینی از هزار دفعه چرا نه هزار دفعه چست چوکی دی نید وبسایت در خوب در گوگل برای تار میمانیم نام تانم بس گپ میزن از هزار دفعه خوب جالمه و واقعا ژورنالیسم ما که فکر میکنم یکان دفعه که من میبینم در یکان آرسی یا یکان خوب جایی که آدم زیادتر افغانها رو میبینه یا کدام دعوت یا چیز میباشه بله که جوانها رو میبینم که خصوصا اونایی که یک ذره میبینم واقعا خب نام خدا همه اوشار هستن بله ایمانا نیستن بله اما اونایی که یک ذره به حساب من میگم چشمایشان شاین داره اونایی که یک ذره یعنی اوشارتر فکر میکنن زود هستن کویک فکر میکنن بله اینا رو من کمرهشون میشنم صحبت میکنم بله برشان حتما میگم که چقدر خوب است که تو بری جورنالیزم بخونی بله جورنالیزم بهترین رشته است من بسیار خوش دارم که زیادتر برای کل زندگی خود خوش دارم که جورنالیزم کنم یک چیز بسیار اکسایتینگ است هر روز دیفرنت است نمیفهمی که کدام ستوری چی میشه در دنیا که میری نشته میکنی ازش برادکست میکنی این نفرها که جرات دارن که خوش دارن که تا مردم گپ بزنن سوال کنن بهترین فیلد است برای نقص مردم که خوب پرسنالیتی داشته باشن outgoing it's بسیار من بسیار خوش دارم I love it و خصوصا جو برای یعنی چون زن افغان بله خب اگر بگویم که تنها افغان نیست در امریکا نسبی اگر ببینیم باز هم مثلا زن به شکل واقعی یک مساوات نیست بله مثلا در یک کالج یعنی دیدیم که فرزن در یک جابه که بر زن و مرد بوده میبینیم بر مرد زیادتر بیسه میتن بر مرد کمتر unfortunately. یعنی بر زن کمتر بر مرد زیادتر بله خواهمه تو راست یعنی ایره نمیگیم کار خدای ناکده باز بیرنده های ما تلویزیون بگیرن و شما بگیرن تو چرا گفتین نه اما خب در افغانستان همی پسمانی ها زیادتر است یعنی زن و دختر افغان زیادتر زیر فشار است و زیر فشار روحی است خصوصا در این وقتی که در ملک های غرب می آیند بله. مشکل تر است برشان بله. و ایره امیدوار است آقای ما هم دیره آقایان درک کنن و انشالله هم میکنن از این نگاه یعنی خودت فکر میکنی خب اگر چی اگر اندازم گفتی که دخترای افغان خصوصا اگر ژورنالیسم میخوانن بله. اونایی که از دستشان هم پوره است یعنی بسیار کار مثبت است بله بسیار خودت در این باره چطور فکر میکنی؟ من فکر میکنم که اگر یک دختر افغانمی آرزو رو داره که در جورنالیزم باشه باید بکنه من میفهم از اول از که خرد بودم من مادر خود همیشه میگفتم من میخوایم در تلویزیون کار کنم میخوایم که خبرها رو بگویم مادر میگفت خب باش که کلان شوی ببینیم
باز چی میشه؟ باز یادمانه که نزدیک های های سکول که گراجویت میکرده مادرم خوب مرا شیشت گفت چی خوش داری که راستی بخونی؟ گفت من خوش دارم که دکتر شوی مامای تواره یا بری لویر شوی. گفتم اوکی، گفتم باش ببینیم چی خوش دارم. آرزوی کل مادر پدر را بله. یک کزنت مام خوب مرا شیشتان برای یک نیم ساعت گفت بیا کمپیوتر را بخون، بهترین رشته است، خوب رشته هم است. خودش کمپیوتر خوانده جانا، کمپیوتر ساینس خودش خوانده. گفتم اوکی، از آر دفعه میرم یک کورسش را میگرم. رفتم گرفتم و فهمیدم که از خودم میگفتن دختر هستی بری اگر یک وار شوه، اگر روانت کنند یک ملک دیگه که بسیار میگفتن دینجرس است، برات نمیخواییم که من اکسم دور جای بری. گفتم نه خیلی خود آرمی خونم میبینی؟ آه گفتم من خودم جنگ نمی کرم. I know. So من فکر می کنم که اگر یک دختر افغان جراتش داشته باشه، آرزویش داشته باشه، بهترین رشته است باید بخونه تا صدای زنهای افغان دیگر برسانند دنیا. آه بله، اگر می تانی یک دیگر دختر جوان افغان کمک کنی، hope بدی، you give her faith and give her hope to go out there and succeed in her dreams. بهترین چیز است. من نفهم چرا بسیار مردم میگن او دختر افغان هستی، در تلویزیون کار نکو یا در فیلم یا میوزیک. بهترین چیز است. I mean, media, the media affects کل ما. It affects our lives so much in ways که whether you like to admit it or not, بسیار it affects us. و این چیزها رو جانم کسایی هستن که میگن که برای ذکر نمیخواین که جوانای ما واقعا پیشرفت کنن یا دخترها پیشرفت کنن. بله. من میگم زلیخای قند، من خودم در افغانستان خب فکر کو که سالهای پیش ما در اونجا کار کردیم در رادیو و تلویزیون و او وقت خودت متیم تولد شده بودی یا نیت اصلا تولد نشده بودی؟ نیم. آه بله. و برای زی که تقریبا 27 28 سال پیش من گفت میزنم با خودت 24 سال هستی جانا و در او وقت یعنی اصلا ما بسیار آنر کار کردیم، آنر زندگی کردیم. بله، بله. و هیچ نه یک محیط خرابه بوده، بله، نه یک جای خرابه بوده. حتی امروز یعنی آدم نگویه در جاهایی که به حساب دین و مذهب و تو است، بله، در اونجا میبینی بسیار خرابی های زیادتر شده. خب این هم نسبی است، همه را آدم نمیگه و بله. شاید در اونجا کسایی هم بوده باشن که یعنی همو عزت خود درست یا حرمت خدا یا شخصیت خدا نگاه نکرد که در هر جای است. این نیست که تو در تلویزیون یا رادیو یا یا تو بیت میخوانی یا تو در فیلم هستی بازی منابطه که تو خدای ناکده بگوین که فلانی خراب است یا چطور. بله. او فقط مثلا صحنه یک فیلم همون صحنه است که آدم کار میکنه. بله. اما تو راست یعنی مثلا بله. خودت در این باره چطور میگی؟ نه من exactly what you said. من که شماستم در نو اپینین من فکر میکنم که as long as you have integrity and you have respect for yourself, that adresh that can make you by the honest bashi, be true to yourself. Magam boko yek chiza ke khushet miay is yad. What's gonna bring you happiness? Agar khush dari ke the music kar kani ya the radio ya the television. Ar chiz ke adam khush me saza and adam daunu rishta khub me tana. You know you can make a difference. Masalan the advertising khush daram besyar ke bokonam. Magam my passion is journalism. So my figure maker on the journalism is yatar successful me basham. Ke daunu chi kanam az khader passion. My figure maker art is ke adam passionate basha amu betarin chiz ast. Betarin ras ke adam bara. Chi shauq alaqi adam ast. Ah bale. Ah bale. Khob iyam khultam mifami ma mifahim ke yani chun competition o anqadar bale da ma bain تلویزیون و رادیو و آلیو تو اینا در امریکا زیاد هست بله. که هر کس میخواه که در بله. شود بله. از او خاطر یعنی شاید بعضی ها فکر میکنند که مشکل است اما بله. نیست، هیچ کار نیست نیست، and especially برای افغان ها، مسلمان ها و خودت انشالله یک روز به بسیار یک جای خوب انشالله میرسین. I can see that in your eyes. Thanks Jamila جان. I appreciate that. You know, I think it's very, I've done a lot of stuff in the media and there is a lot of competition. Megum, being in this society, agar khub bibin fikr kunin the Hollywood, kiya sala ana ke musulmana nesa. Ya afghana. I mean, the only person ke mishnawi once in a while is Khalid Husseini, ke kite runner in Ashtaka. No, Maklesh Betarin kitab chan Ashtaka. He was on the bestsellers. آه بله. یک کتابچه دیگه هم آل آمده. A Thousand Splendid Sons. او رو مطال نخوندیم. آه من در نفس از همون کتابچه هستم. بسیار خوبش هست. بسیار دلچسب. فیلم هم دیدی؟ فیلم دیدم. فیلم چطور بود؟
میفهمین بسیار خوشم آمد. کتابچهش بهتر بود از خاطر خوب در دیتیل میره، مگم فیلمش بسیار خوب بود. باید سال کنی از خود دو بچگرکای خورد که اکتور رستن بسیار شیرین، بسیار خوب اکتور، آه بسیار نام خدای. و وقتی کرفان دیدی، امی یتیما را دیدی در اونجا گریانا نکدی؟ بسیار بسیار. این یک فیلم یک چند سال پیش که برامده بود، اوساما، امور هم دیده بودین، امو هم بسیار دلچسب. آدم که نکسم فیلم ها را که میبینم بیخی دل آدم میسوزه. و اما توی فیلم هم باید باشه زلیخا جان، باید که آدم نشان میده که کلی فیلم های هندی است که در باغ است، در باغ که رقص میکنن، بازو هم بسیار فیشنی و بازم مردم ترین دختر نیستن در هندوستان، در کل هندوستان شاید چهار تا تا دختران نباشن که در چشمه مقبول سبز و بازو را مارانش کده و بازویات همون چیزایی شام که مقبول هست همون زیادتر. خب بازی کم رسته، شاید همون آدم ببینه بدون روی یعنی بدون فیشن و اینایش ببینی یک نفر شاید عادی هندوستانی همون هم باشه. خب یک کم بیتر از دگرها، اما آدم باید واقعیت های زندگی رو آدم باید ببینه. Absolutely. اما این همی فیلم های هندی متاسفانه مردم بیچاری ما را خیالی ساخته. بله. اینا همیشه به فکر امو دختر مقبول هستن و یک باغ هسته با فکر میکنه که امو ثانی یک کمو بچه رو میبینی عاشق میشی خلاص با او بچه هم با امو شکل و قواره هست و باز بچه های دیگه عادی رو میبینی که اطور نیستن و شاید اخلاق و رویه و درسشان و کردار و رفتارشان به مراتب بیتر از اخلاق و چی امو بچه فلم باشه یا دخترش هر دویش. اما ایک آدم رو چی میسازه فانتاز چی میکنه یعنی قسم تک فانسی. بله میسازه که آدم میره در فکر رویایی میسازه آدم، یکی از واقعیت ها بلکل دور میسازه. بله. و اینا شما هایی که انشالله فیلم بسازین، فیلم های افغانی، فیلم های خوب که همین واقعیت های زندگی رو در بله. آه بله، میفهمم که یک چند نفرای افغان بسیار جگرخون شده بودن که امو فیلم کایت رانر میبرامد از خود یک چند چیزا نشان داد که خب واقعیت است. That's reality. من نفهم چرا فکر میکنن که I mean, just like every culture, American culture, Afghan culture, Iranian culture, you have the good and you have the bad. Exactly. That's life. Although you can't hide from it. So, Mayfamam Kid, there was a lot of controversy over that movie, Megum. Exactly. I'm glad it went out. I'm glad it was so successful. So, it was perfect. Yeah. But I think the book was, when, you know, the way you said it, I enjoy the book a lot more than... I love the movie, too. That's yeah, what I mean. Yeah, absolutely. Megum, it goes into more detail, yeah. So... But as you can... For example, the first book I problem with is that پیش خود آدم ایمیجن میکنه نه که بله. اکتورش یعنی بله. بابا چی رقم از بچه چی رقم بله. از یا سنگ چی رقم از سنگ چی بله. بچه بود در فیلم که میری یک چیز دیگه میبینی بله. یا چند دقیقه میگیره تا آدم ادجست کنه که چی خواندن چی بله. اونمو یک ذره آدم چی میکنه. اما کتاب فوق العاده بود، بسیار خوب فیلم بود و چقدر ما افتخار میکنیم برای آقای خالد حسینی. بله. که خیلی کتاب واقعا واقعیت ها را برده و حتی از یوم کده واقعیت های دیگه ما الوز هم یکان جای دست خدا گرفته یعنی ما که در اونجا کلان شدیم و در اونجا دیدیم من میفهم که یکان جای ها را الوز هم یعنی دیپلی نخواسته بگویه یعنی بازم اما بسیار چرا واقعیت ها را نگویم واقعیت ها را پت میکنیم که رای خود گم رای مام گم است. بله. همونطوره و من افتخار میکنم به خودت که انشالله فیلمایی به خیر بسازین. خب اینو باش پرسان کنیم که تال کنم کتاب یا آرتیکل یا کدام شعر ترام نشته کدی علاقه داری؟ زیاد علاقه دارم. بله من که در نیویورک زندگی میکردم ما برای MTV میشناسین MTV it's the music television network در نیویورک برای MTV کار میکردم و برای وبسایتشان من نشته میکردم so I was the writer for their website and the نیویورک also I was an assistant خدا انگلیسی نوشته تا مثلا خوب باشه آه خوب است تشکر آه بله بهترین اکسپیرینس بود من چون خوب است همه بر مسلک آه بنتی نظار خوب برای اشتکار چکر خوب what age group برای معمولا تا سنای 13 و 14 یعنی بیفور تینیجر بسیار خوب. Very good.
I'd love to read it. آها چقدر خوب بود بر ما درستش کنی نوشتی. از دار. باز که نوشتی هم خوب. نه انگلیسی تا نام خدا بسیار خوب است. نه خوصا باز آدم در تلویزیون که می آیه خب هم فارسی آدم هم یک قسم بیسر می شه. نه. چیز رو افراد هم می گه بابا امی گه بزار من برام بدم. چی تو که من این گفت زدم مامان تو میشه نه خب خوشن وقتی که لایف هم هست بله. آدم یکان گفت پایی رو میگه که یعنی جمله خوبتر میتونست بگویه به شکل درستتر چون لایف است. امیدوارستم میهنده هم اگر غلطی از ما میشه ببخشن. ببخشین ما فارسی خوب است مگم یک چند چیزا ببخشین نمیتونم که. خب آرتو یعنی شعر و اینا هم علاقه داری؟ دارم یک جورنال دارم در خانه که همیشه نوشته میکنم دونو ان اگر یک ایده داشته باشم برای یک کتاب چه یا پوام نوشته میکنم زیاد مگم زیادتر از چیزا مثلا برای ام تی وی انوز ام ایندیپندنت رایتر هستم برشان سو برام زنگ میزنن اگر یک چیز نو میشه یک استوری میشه مرا میگن استوری رو کلش برام روان میکنم بس ما یک سیناپسیس یا برشان نشته میکنم برای وبسایتشان بسیار عالی بله بهترین اکسپریانس است ام وری لاکی که کارشان کار کنم یک دختر افغان نام خدا رقم خودت زلیخا قند واقعا به یک درجه رسیدی و میخوای خود زیادتر برسونی و امیدوارستم خداوند کمکت کنه و انشالله هم میکنه انشالله میکنه انشالله میکنه قسمه گفتم مده چشمایت میبینم که انشالله پیشرفت در زندگی تشکر بنام خدا مادرت بسیار بی بی زن است افغان جانم هم میشناسم بسیار بی بی زن است و اما قدر دختر خوب تربیه کرده تشکر افتخار برای کردیت برای زوام میره یعنی absolutely مادرم ما پیشتر که گفتم که مادرم زندگی میکنم و بی بی جانم در خانه and me for me it's the best experience that I've ever had in my life از خاطر سه generation of Afghan women دونو خانه زندگی میکنیم so بی بی جانم که کسا میکنه از چطور خودش کلان شده کسا کت خوارای خود کت بیادرای خود چطور وا کلان شده باز مادرم کسی خود میکنه باز آلا مرم میبینن ات بیخی از امو وقت که بو جانم کلان شد تا امی وقت که من کلان میشدم آدم تنها میبینه چکه تغییر کده کلچر ما چکه تغییر کده کل چیزا میفهمم که واد افغانستان بودن مد امریکا سو یک ذره تغییر میده بله خودشم یک تغییر است و چقدر مقبول است و خوش بال تو که تو ایده به شکل مثبت و به یک شکل خوب درک کردی هم خوبی تو است که یعنی بر خود به حساب میره یک ورکشاپ گرفتی بسیار ما چه یاد گرفتیم از بوبو جانم از مادرم مادرم نام خدایش She's my role model. She's my hero. نام خدا بسیار یک زن strong است. Very independent. Very hardworking. I get all emotional. مگم she's definitely one of my biggest supporters. من خواهر بیادر ندارم. سو مادرم شکر خواهرم است. بیادرم است. Best friendم است. شکر بسیار. And one, که آدم successful باشه در زندگی بسیار important است که family آدم support کنه. تنها مادرم هم شکر دارم بوبو جانم هم شکر یک فامیلی دارم It's the best support team کلشان بسیار supportive هستن هر dreams که داشته باشی هر چیز بسیار تالی من هستم که از نکسم فامیلی آمدیم که اگر بگی میخوایم نکسم artist شوم یا میخوایم director شوم یا doctor بسیار supportive هستن و میگن anything you put your mind to you can achieve چقدر خوب است و من بسیار خوشحال هستم زلیخای قند کمیال از زبان یک دختر جوان 24 ساله‌ای که در امریکا کلان شده همین من میشنوم که خب امیل هزار مادر پدر هم موخالت میبینه بله و بر از اونها چقدر خوب است که امیل واقعا یاد بگیریم برای من خودم هم چون بله. خب از ما مولاده ام نام خدا کلان هستن خب بله. باز هم هر روز زندگی آدم باید بیاموزه بله. و اینا یاد بگیرن که واقعا باید اولاد خود سپورت کنن بسیار اگر من سپورت فامیلی خدا بله بسیار مهم است ما که سپورت مادر خود نمی داشتم یا از فامیلی خود چطور آدم هوپ داشته باشه یا فیت که بره کار خود کنه و دریمز خود پرسو کنه بسیار مهم است مادرم می فهمم که می خواست کمپیوتر بخونم مگم که جورنالیزم خواندم دید که من برای ام تی وی کار کردم من برای روز آرت پرودوسر بودم زیاد چیزا کردیم مادرم دید که چقدر خوش می شدم که کسا می کردم که مادر نکسم کردم نکسم دید که رویم خوش میشد کسایش میکنم باز مادرم میگفت you know what هر چیز که تو را خوش میسازه بهترین چیز است که بکنی
چقدر خوب است. بله. و واقعا یک مادر پدر فامیده باید همطور باشن به خاطر بله. اینکه اگر میخواین اولاد درست داشته باشن. بله. مثل که در راز دل یافتم ما داشتیم که نصیحت کرده، یعنی به نصیحت نمیشه. باید به گپش اولاد خودتان بشنون. بله. همش تیم باشه. بله. و کمکش کنن. بله بسیار مهم است. بسیار. مادرها و پدرها که خوب که اولاد خود بشنون، گپ بزنن، بیبرن آرزوی اولادشان چی است، چی میخواین بکنن. بهترین چیز است. درباره جوانایی که در اینجا هستن، خب حتما جوانای افغانای رفیق هم داری حتما، خب در فامیلم هستن یا بله بله در فاکولته اینجا، یعنی فکر میکنی که موفق هستن؟ بله. چورم دل دادن برشان میسوزه که مشکلات فامیلی یا مشکلات همی که نافامی پدر مادر دفت شما بله. ایران خصوصا دخترا دل من میسوزه بسیار که سخت است که آدم کلان شوه در امریکا. دو کالچر بسیار سخت است. 50% از اون نفر میخواین کالچر خودت و 50% سخت است. مگم تنها باید امون دخترها بفهمن که ار دریم یا هوپ و انسپیریشن داشته باشن. باید امون رو پرسو کنن. ان مادرها و پدرها ای هوپ که ببینن که امی چیز اولادشان خوش میسازن، سپورتشان کنه. بله. مگم من نمیفهمم، منو که اکسپرت نیستم، من نمیفهمم که ار خانه چی ایشو داره. مگم فکر میکنم خب ایتون است که یکی زلیخا خان، ما خود ما یعنی خود انسان مقلد است. بله. یعنی یکی ما از دیگه یاد میگیریم. بله. و چقدر خوب است که ما خوبی ها رو یاد بگیریم. بله. فرضاً ما مشکلات دارم برای اولادای خود. بله. یا فرضاً نمیفهم اولادای ما چطور تربیت کنم، اولادای دارم فرضاً 5 ساله 6 ساله بیترین وقت است که میاله چیزی که خودت میگی. بله. و یا قسمتی که در راز دل هفتره که من گفتم. بله. این امیره اگر واقعا دیپلی بله. از اعماق دل خود بله. این امیره درک کنن و امیره پیش برن، باور کن من 100%. خب 100% آدمی چی 100% نیست. یعنی 75% 80% این امیره امروز. بله. تاریخ 16 چی است فبروری. بله. من امرایشان خط میتم. کمو اولادشون بیترین اولاد میشه. بله. حالا اینمی چیزایی که خودت میگی بله. اینمی رو رویه کنن و راز دل هفته ایره که من گفتم اینمی فقط فکر کن از این مهمه ایست که آدم چی میکنن. بله. خب میتونیم از این گوشم برو برو بابا. بله. خب یک شوی دیگه بود یه روز جمیله میای راز دل هفته اینجا قصه خودم میکنم فرگیت جوانا میای اینجا گفای خودم میزنن میتونه آدم همه طور کنن. اما یک مادر و پدر هم میتونه واقعا بگه که من چطور اولاد خود تربیت کنم. بله. و با آیندهشان چطور فکر کنم. بله. باید همراهشان honest باشه. باید open communication باشه. بله. اگر communication نباشه ethic relationship نمی باشه. نمیتونه که this is my opinion. نمیتونه بله. یک مادر پدر همیشه بگه نکسم نکن نکسم بکن. باید بیشنه که تا اولاد خود یک سن سال که یک اولاد شد بله. باید بیشنه بگه خود تو چی پلان داری بر زندگی، داله رای خوبم میفهمی خرابم بله. چی میخوایی که بر زندگی کنی. باز خوب است که اونو که رفیقم نباشه که تا اولاد خود بله. مگم open communication داشته باشه که تا اولاد خود گپ بزنه بشناسه اولاد خود چی میخواین بکنن بر زندگی خود. بله. من فکر میکنم بسیار مهم است در ار ریلیشنشپ زندگی، نه تا تنها مادر و پدر بله. که تا اولاد اینده کار اگر که تا باسه تا open communication نداشته باشی یا که تا خورخونده تا open communication نداشته باشی ایچک ریلیشنشپ پیش نمیره. بله بله. سو بسیار بسیار مهم است واقعا. بله. مهم است. خب خصوصا بر مادرها و پدرهای افغان ما که ما در دو کلچر هستیم، ما واقعا با یک بگراوند آمدیم از افغانستان. بله. و اینجا چیزا رو میترسیم. نمیفهمم. سخت است مادرم. مادر خودت جانا بسیار سخت. مادرم یک اولاد داشت، خدا بخشه پدرم فوت کرد که خرد بودم. سو مادرم میفهمم. مادرم یک در یک کلچر دیگه کلان شد. من در امریکا کلان شدم. میفهمم که بسیار برش سخت بود. میخواست که دخترش در رای راست بره، درس خود بخونه. میفهمم که از دو طرف سخت است. برای اولادم سخت است که در امریکا است. میخواین مکتب که میرن روزانه که تر خورخونه امریکایی خود هستن. کلچر بیخی دیفرنت است. بس خانه که آدم میایه کلچر افغانی خودم باید نگاه کنم. بسیار مهم است که از دو کلچر نگاه کنم. مگم
اما اینا ل ما یه گونه دفعه دل آدم برای اولادام میسوزنی. بله. تنها یعنی ما نیستیم مادرها که بله. پرابلم دارن. بله. خود اولادام بسیار پرابلم دارن. برای بله. اینکه تعداد قسم خودت گفتی میرن بیرون امریکایی‌ها رو میبینن که با یک بیخی یک شکل بله. مثلا وقتی که ما فرضاً یک دختر جوان کال خب خودت دختر هستی در های اسکول میبینی آدم چه قسم رختا میپوشه. بله. خب ولی دختر افغان اگه بخوای امور بپوشه میای در خانه خب اصلا اجازه نیست. بله. اینان ایده ما بین بیخی و کمفیز است. اگر اینا رو مادر بابام به سر زوی و زوی که با محبت بشینن برش بگوین. بله. برش واقعا با عشق و دوستی بگوین. بله. بله. که من دوست دارم و من تو همه تو مقبول هستی. بله. یا مثلا امید امیر خودت چطور تعلیم میکن؟ نه راستی من پیشتر که گفتم من بسیار تالی من بودم مادرم کده میشیشت. مادرم همیشه اگر میگفت امی کار نکو نمیگفت تنها نکو دات فاینال. مره میگفت خب من نمیخوایم که مثلا امیر نکنی از خاطر امی 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 مره اکسپلین میکرد ان ما فکر میکرد مثلا مات من برات میداد. بله مثال بسیار مهم است. بله بله مثلا فرض کنیم اگر یک مادری که مثلا دمیروز دل افتاد گفتیم یک مادری که خودش سیگاریت بکشه بله. خودش شراب بخوره خودش قمار بزنه بله. خودش به کار و خانه خود با قسم علاقه داشته بله. باشه بله. با اولاد خود اوپن علاقه نداشته بله. باشه یا پدر هر دوش بله. اینا لد که شما باز اولاد نصیحت کرد خونه اولاد امور میبینه نصیحت معنا نداره. بله و در انگلیسی یک سینگ است میگن lead by example. اگر میخوای که بهترین چیز گفتین شما اگر میخوای که الادت انکسم باشه باید که چی گفت مصطفی؟ مصطفی جان میگه که وقت ما نزدیک خلاصی است. نه خوب هنوز نه امی گپتان بیخی درست است. باید آدم اگر میخوای که الادت انکسم امی کارا رو نکنه خودتان باید نکنه. بسیار خوب. خود درباره افغانستان اینا چی فکر میکنی؟ میبینی گاهی خود خواهی چی عادت نه خود بودی؟ نه من اینجا تولد شدی یا در؟ جنده پاک اسلام آباد تولد شده بودم سو من هیچ وقت نرفتیم افغانستان. دلت میخوایی بری؟ آه بله بسیار میخوایم برام. میخوایم برام برای یک ماه باشم والنتیر کنم. آفرین. آه من بسیار آرزو دارم که برام بخیر. من واقعا افتخار میکنم به شما جوانم. و همیشه آرزوی من است که یک گونه آرزو خداوند خب اول آرزو دادم چی امید دادم خداوند است و امید دوم واقعا شما جوان هستین که میتونین افغانستان رو درست کنین ان شاء الله ان شاء الله و این واقعا یک امید آرزوی ماست که دای موفق درباره موسیقی و غذای افغانی چطور غذایش دیگه بسیار خوشم میاد یادم میاد که پخته کنی یکم تشه مادرم همی سوال خوش داره بسیار من میفهم آه یک چند چیزا یاد دارم مادر تو مچه من افغانی جان ماره میبینه سلام های ماره قبول کنین و بر مادر کلانم سلام هم میگم تشکر میفهم باید راستی خود بگویم برنج نیا یاد ندارم بلانی یاد دارم بلانی بسیار خوش میایه بلانی کچالو مگم چیزای پاستا ان بلانی من تو چیزای خورده یاد دارم برنج من تو سخت سما یک ذره میفهمم که اینجا آسان است. آسان تر است. کتا اگ رول ان یا مگم نان افغانی بسیار خوش می آید. موسیقی افغانی چطور؟ خوش می آید بسیار احمد زایر کلاسیک بسیار خوب موسیقی است. ان اول بسیار افتخار می کنم که زیاد جوان هستن که می برن که موسیقی ویدیوز و موسیقی می کنن. خوش می آید بسیار. الحمدلله ان شاء الله. باز از می قوت و قوت باز یک چند نفر واقعا به حساب دنیا خوب میبراید. بله. انشالله. انشالله. خب زلیخای قند دل من نمیخوایه بگویم که یعنی شور ختم کنیم. اما مجبور هستیم برای که مصطفی جان آمد و گفت که وقت برنامه ما نزدیک خلاصی است. از این خاطر میخوایم که باز تو باز هم یک دنیا تشکر میکنم. از این که آمدی امروز و راستی نظر درباره تلویزیون افغانی چی است؟ امیرم خوب بگو. میفهمین ما بسیار خوش هستم که حالا تلویزیون داریم برای افغانای ما که میتونن بیشنن، سل کنن. میفهمم برای بوب جانم که انگلیسی نمیفهمه کل از امی پروگراما بهترین چیز است برش. ما بسیار خوش دارم. بسیار خوب است. بله بسیار خوب است. و انشالله امی باعث از این میشه که ما افغانا با هم یک جای شیم. بله. یکی از دیگر بله. بیاموزیم یکی دیگر رو کمک کنیم. بله امی بهترین است. انشالله. بله انشالله. و خوب
خودت چی تو که در تلویزیون همکاری هم داری یا نداری؟ آه بله، من خبرای انگلیسی رو میگفتم برای آریانا. خب اند یک دفعه خبرای انگلیسی رو کردم برای نور. خب آه بله، عجیبات ما خوش داریم که بیایی و همکار ما باشی در پروگرام جوانان. آه هزار دفعه، هزار دفعه سر چشمایم هر وقت که میخواین من میایم. به خاطر از اینکه واقعا دختر هستی که استدلال بسیار عالی داری. تشکر. و نام خدا بسیار، یعنی بسیار وایس فکر میکنی و این واقعا قابل قدر است. تشکر. و انشالله جوانای دیگه هم از این لیاقت تو انشالله یک رول مدل خوب باشی برای دخترایی که از خود کرده خودتر هستن. I hope so. I hope که بتانم که یک، اگر تنها یک نفرم یک hope بدم، faith بدم، بهترین چیز است. خدمت از کادم بر جامعه میکنم. و من فکر میکنم برای افغانستان بیچاره ما که قشکسته و درمانده و بیچاره است. و واقعا دل ما و دل هر جوان من میفهم جگرش کنم. میفهمم. و من همی فیلم پس رفتیم مثلا فیلم کاید رانر. بله. چندین جوانای امریکایی رو که مکه چون گفت داده؟ بله. 3-4 دفعه این فیلم دیدن. آه بله، بسیار دلچسب فیلم است. I know. چندین دفعه دیدن و هر دفعه اینو گریان کردن. I know. یعنی قلب یک جوان واقعا بسیار قلب مقبول است. آه قلب پاک. بسیار. بله. خصوصا اونایی که در اینجا کلان شدن. I love all of you guys. و واقعا من همیشه در پشتتون ایستاده هستم. تشکر جمعه. و همیشه میخوایم هر کدامتان بیاین اینجا صحبت کنین. بله. و تا ای که انشالله همی کل جوانای ما با هم یک جای شبن و افغانستان خوب کنن و اینجا را خوب کنن. باز مصطفی جان آمد گفت. خب چطور هسته که زلیخای خان در انشالله باز میبینیم تا آخر نمیگم. جانا. خب امروز در آخر همی برنامه چطور است که چی پیام داری بر جوانا و برای پدر مادرای کمیال شیشتن همی پروگرام میبینیم؟ برای جوانا تنها میخواییم بگویمشان که whatever you put your mind to, you can achieve. Never give up and never let anyone come to you without leaving better and happier. I know everyone says this, but life is so short. So live every moment to the fullest. Beautiful. بسیار مقبول. خوب زلیخا خان باز هم بازم تشکر بسیار زیاد جمیله جان زامد شد برتان. بسیار تشکر. ما تشکر از تو میکنم قنده مگ از اینکه اومدی این روز شنبه. میفهمم یک دنیا تشکر. سلام های مزیاد به مادرم، به مادر کنانم برسانی و برای شما عزیزانی که امروز برنامه ما رو دیدین، امیدوار هستم از این هم پدران و مادران عزیز و کلانا عزیز و اونایی که شاید بعضی ها مثلا خورزاده و برادرزاده خود را یعنی کلان میکنن. بله. هر کلانه که یعنی خورده را رشد میته و در اختیارش انشالله چیز آموخته باشیم. و شما عزیزانه که واقعا چشم به امیده تمام افغانستان و تمام ما به طرف شما عزیزان است. من نمیخوایم شما رو بترسانم اما با عشق و محبت انشالله میتونیم افغانستان رو بسازیم و در اینجا انشالله هر کدام تا نام و نشان بسیار بالا و بالا و سربلند کننده نه تنها بر افغانستان بله. که بر دنیا داشته بله. باشه. بله. خب روی همه تنها میبوسم تا هفته دیگه. خداحافظ. با ما خدا. God bless. انشالله. خداحافظ. خداحافظ. توجه 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 جی آی پیپر یگانه کمپانی موفق افغان هموطن شما انواع کاغذ دست و تشناب مورد ضرورت دفاتر و خانواده ها را با معیارهای بین المللی تهیه می کند. شعار شرکت جی آی پیپر کیفیت عالی، قیمت ارزان و سرعت در فرستادن آن به تمام ایالات امریکا و کشور کانادا می باشد. جهت اخذ معلومات بیشتر لطفاً با تلفن های زیل 800-482-73-71 818-401-7000 و یا وبسایت www.gipaper.com
gipaper.com تماس حاصل نمایید. رستوران بامیان با حال و هوای بامیان افغانستان، با غذاهای خوشمزه و سنتی افغانی و سرویس عالی، خاطرات خوش وطن را زنده می کند. رستوران بامیان، محلی که شما می توانید دوستان خارجی خود را به آنجا برده و آنها را با فرهنگ و سنت های ماندگار افغانستان عزیز آشنا کنید. رستوران بامیان مکان دلچسب برای گرد همایی های دوستانه و خانوادگی شما. رستوران بامیان برای محافل فاتحه و نیز های محافل خوشی افغانهای عزیز تخفیف قابل ملاحظه در نظر گرفته است. رستوران بامیان مقدم شما را گرامی می دارد. آدرس 5634 لزبر پایک فالس چرچ ورجینیا 22041. شماره تماس 703-820-7880. برنامه چپگرمک هر هفته و روزهای سه شنبه، جمعه و شنبه از ساعت 7 الا 9. اجرا کننده حامد قادری. برنامه چپگرمک هر هفته و روزهای سه شنبه، جمعه و شنبه از ساعت 7 الا 9. اجرا کننده حامد قادری. آریانا افغان هوایی شرکت پروازهای خود را به شهرهای جده و ریاض آغاز کرد. پروازهای آریانا به روزهای یک شنبه و پنج شنبه به جده و روزهای سه شنبه به ریاض با تخفیف بی سابقه برای خدمت به هموطنان صورت می گیرد. همچنان ده آریانا افغان هوایی شرکت به زودی پروازهای اروپایی خیش را آغاز می نماید. آریانا، پرنده قله های بلند. چشمای زیبا مرا کردی تو جادو
از پیش من بیا بیا نده آزار مرا دادی بر با چرا گل یاسم توی بیا 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 تو بیا تو دو دستت بگیسو و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو بیا تو بیا تو دو دستت بگیسو و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو Yeah, come on. Don't be shy, girl. Let's do this dance right here. Come on. Girl, you like my style. So come with me. Stop, you can't hide from this. Then you will see. Show you the world. Cause you're my girl. Come take a step with me. To this Maharali. خواب و خیال داری ز من سوال داری بگو چی حال داری یار زیبا نگاه گرم داری ز من چشم داری دل برم داری چرا بر ما بیا تو دو دستت بگیسو و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو بیا تو دو دستت بگیسو و چشمای زیبا مرا کردی تو جادو بر نازدانه بیرون شو تو از خانه رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه من عاشق روی تو عاشق سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه